بیننده از خوزستان گفته درود بر شما عزیزان. اولا اذیت و آزار بهایان چه سودی برای جمهوری اسلامی داره؟ دوما گفته شعری در جواب فرمانده برای جوانمردی عزیز فرستادم که ظاهرا خوشایند ایشون نبوده، در صورت امکان جواب بدید. از خوزستان. خیلی ممنونم. من نمیدونم چیزی دریافت نکردم یا اگر دوستان ما ادمین دریافت کرده باشه حتما به میدم، ولی من خودم شخصا ندیدم. در مورد بهایی ها که خیلی مهم هست، به بهایی ها بسیار ظلم شده، یعنی ظلمی که به بهایی ها میشه. شهروندان بهایی شما در هر جای دنیا تعریف بکنید، برای هر کسی باور نمیکنه، باورش سخته. یعنی ما بیایم بگیم کسی رو به اتهام اینکه به لحاظ عقیدتی با اون مخالف هستن، اومدن خونش رو تسخیر کردن، تجاوز کردن به حریم خصوصیشون، اموالشون رو دزدیدن، بردن، غارت کردن، بچه‌هاشون نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن، نمیتونن استخدام دولتی بشن و بعد اونها رو به جرم جاسوسی بقیه کشورها هم دستگیر میکنن، اصلا کسی باورش سخته. برای مردم آزادی خواه، در مردم آگاه و مردم معمولی دنیا چنین اتفاقی در قرن 21 در ایران آخوندی داره میفته هر روز. ظلمی که به بهایی ها شده مصداق بارز یک فاشیسم مذهبی بسیار بسیار خطرناک است که مدت هاست دست کم 70 خورده ای سال در اروپا به گور و به تاریخ سپرده شده. آلمان نازی همین بلا رو سر بهایان، سر یهودی ها می آورد. کاری که اونها علیه یهودی ها انجام می دادن، جمهوری اسلامی داره در قرن 21 علیه بهایی ها انجام می ده. اونا رو تو کوره آدم سوزی نمی زاره، ولی اموالشون رو می دزده، غارت می کنه، اجازه کار ندارن، شهروند به حساب نمیان و عملاً دارن این قشر بسیار بسیار خوب از مردم ایران رو سرکوب میکنن، سرکوب نرم و ظالمانه ای که ما در هیچ جای دنیا شاهد چنین وضعیت بغرنجی نیستیم. دفاع از شهروندان بهایی، من فکر میکنم دفاع از آزادی، دفاع از انسانیت، دفاع از حق، دفاع از حق و دفاع از حقیقته. همه ما دفاع بکنیم از حقوق این شهروندان ستم دیده.